علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده مسئولین دولتی درگیر مسائل روزنامه ای و تبلیغاتی انتخابات نشوند و انتخابات آنها را از مسائل مستمر قافل نکند به روز دوشنبه 19 بهمن ما در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی بار دیگر بر اهمیت و ضرورت مشارکت در انتخابات تاکید کرد و گفت وقتی انتخابات همگانی می شود کشور و نظام جمهوری اسلامی عزت پیدا می کند و بیمه می شود. آن وقت انتخابات برای همه مردم فریزه می شود که باید در آن شرکت کنند. به به مسائل اقتصادی هم اشاره کرد و گفت اگر اقتصاد کشور را از درون مقاوم کنیم، عمده مشکلات مانند بیکاری، رکود و تورم از بین می رود. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به نفوذ دشمن هم هشدار داد و گفت دشمن لبخند می زند اما مواظب باشید که پشت لبخند او چیست در مقابل ما یک جبهه دشمنی در اقتصاد و فرهنگ و آسیبهای اجتماعی وجود دارد قفلت از دشمن افتخاری ندارد دشمن چون از دشمنی فرو میماند در لباس دوستی ضربه میزند سخنان آقای خامنهای در حالی ابراز شده که در دو روز گذشته انتقاد از رد صلاحیت های انتخاباتی همچنان ادامه دارد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 18 بهمن ماه گفت در برخی از امور اگر درست درست نیندیشیم ممکن است جامعه را معیوس کنیم و ادهی بگویند برای چه پای صندوق آرا بیاییم چه کسی را انتخاب کنیم آقای روحانی در همایش زنان اعتدال و توسعه گفت درست است که نباید به همه و قریبه ها اعتماد صد درصدی داشته باشیم اما به هر حال هر مسئله یک نقطه اعتدال دارد متاسفانه ادهی راهی جز افرادگری بلد نیستند. به تصریح کرد اگرچه گاهی اوقات انتخاب بسیار دشوار می شود اما همه باید در هر شرایطی هفتم اسفند ما پای صندوق انتخابات حاضر شویم اگر حضور داشته باشیم نفعی ولو اندک را به دست خواهیم آورد اما با عدم حضور حتما زیان خواهیم برد آقای روحانی همچنین به نقش زنان در جامعه هم اشاره کرد و با انتقاد از محدود کردن نقش زنان در حوزه های سیاسی و اقتصادی گفت ما تفکرات فمینیستی را قبول ندارد. اما تهجر را هم نمیپذیریم آقای روحانی گفت نمیدانم ای بر چه مبنایی میگویند زن باید برای همیشه محصور در خانه بماند اینها مثل اینکه حتی مقام و عظمت فاطمه زهرا را هم به زور میپذیرند بسیاری از محافظه کاران ایران و در رس آنها آیت الله خامنی رهبر جمهوری اسلامی بارها از پررنگ شدن نقش زنان در جامعه انتقاد کرده و خواهان انجام وظایف مادری آنها شدند در تحول دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران با استقبال از افزایش تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده گفت اگر درصدی از نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس تایید صلاحیت شوند مردم با اشتیاق رأی میدهند روز جمعه شورای نگهبان اعلام کرد که صلاحیت نزدیک به 25 درصد از داوطلبان انتخابات مجلس که به رد صلاحیت خود توسط های نظارت اعتراض کرده بودند تایید کرده است در همین زمینه سیامک رهپیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات روز شنبه از تایید صلاحیت 1500 نامزد رد صلاحیت شده خبر داد و گفت به این ترتیب میزان نامزدهای تایید صلاحیت شده از 40 درصد از ترام کنندگان به 55 درصد افزایش یافته است. همزمان مصطفی تاجزاده عضو زندانی حزب جبهه مشارکت در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ضمن اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی باید آیت الله علی خامنه‌ای توصیه کرد که انتخابات را رقابتی کنید و نگذارید خمینی زدایی به نام شما ثبت شود آقای تاجزاده در این نامه که 15 بهمن ماه از زندان اوین نوشته شده و روز شنبه در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده همچنین با اشاره به تهیه 5 میلیون سیدی برای تخریب اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تلویحا سپاه پاسداران را به نقش داشتن در تهیه این سیدی ها متهم کرد موضوع تهیه 5 میلیون سیدی حاوی تهمت های انتخاباتی را نخستین بار وزیر اطلاعات دولت یازدهم در یک سخنرانی مطرح کرد و هشدار داد با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد آقای تاجزاده در این نامه یادآور شده که احمد جنتی دبیر و محمد یزدی عضو شورای نگهبان سنت هزار ساله حوزه های شیعی در تایید اجتهاد افراد توسط علما را یک سر بی اعتبار می شمارند و صرفا بر آزمون به شیوه دانشگاه غربی اصرار دارند به خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است جنابالی و خود آقایان بر اساس همین سنت و نه آزمون کتبی به مناسب کنونی دست یافته اید این عضو زندانی حزب جبهه مشارکت رد صلاحیت حسن خمینی را خطای فاحش خوانده و رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرده که اعضای شورای نگهبان را تنها از جناه سیاسی اصولگرا منصوب کرده و چک سفید امضایی برای هر اقدام غیرقانونی به آنها داده است حسن خمینی نوه آیت الله خمینی روز جمعه نهم بهمن ماه گفته بود مراجع و اساتید حوزه علمیه قوم نسبت به صلاحیت علمی او شهادت دادند و ده ها ساعت نوارهای درس و چندین جلد کتاب نیز زمیمه پروندهاش بوده است. با این حال شورای نگهبان بر خلاف انتظار صلاحیت او را احراز نکرد. با این حال اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که داشتن تاییدیه از مرجع تقلید برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به تنهایی کافی نیست. آقای تاجزاده با اشاره به این موازه نوشته است آیا جامعه دچار چنان آشفتگی زبانی شده که رد صلاحیت را احترام گذاشتن و انتقاد به آن را بی احترامی به بیت امام میخوانند و اضافه کرده کدام ایرانی آزاده به فردی که خود نه بر اساس سوابق مبارزاتی یا تشکیلاتی یا مدیریتی بلکه بر پایه مناسبات فامیلی به ریاست مجلس رسید حق میدهد که اتهام تبارسالاری را متوجه هاشمی کند و چنین سخیف با سید حسن خمینی مواجه شود غلام علی حداد عادل که از آقای هاشمی در زمینه رد صلاحیت حسن خمینی انتقاد کرده بود خود پدرزن مجتبا خمینی پسر آیت الله خمینی است و رئیس مجلس هفتم بود مصطفی تاجزاده پیش از آن نیز در نامه به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود با تجدید نظر در رد صلاحیت 60 درصد کاندیداهای انتخابات مجلس مسیر را برای رقابت سالم در انتخابات مجلس هموار کند و هشدار داده بود که اگر وضعیت رد صلاحیت فلهای کاندیداها تغییر نکند مردم آن را سیاست آیت الله خامنهای خواهند دانست ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه هجدهم بهمن ماه با تاکید بر اینکه ما حق داریم از خود دفاع کنیم بدون نام بردن از کشوری مشخص از دیگر کشورها خواست تا در امور داخلی عربستان دخالت نکنند به گزارش خبرگزاری رویترز ملک سلمان که در مراسمی در ریاض سخن میگفت گفت افزود ما با برادران عرب و مسلمانمان در تمامی حوزه ها برای دفاع از سرزمین های خود حصول اطمینان از استقلال آنها و حفاظت از نظام های حکومتی آنها که مورد تایید مردم آنهاست همکاری می کنیم. عربستان بارها نسبت به دخالت‌های ایران در سوریه و یمن هشدار داده و در همین راستا ارتش عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور آماده است در صورت تصمیم نیروی ائتلاف نیروی زمینی به سوریه اعزام کند خبری که آمریکا از آن استقبال کرده است در پی آن بحرین و امارات متحده عربی نیز اعلام کردند که آماده اعزام نیروی زمینی به سوریه در همین چارچوب هستند انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی روز یکشنبه هجدهم بهمن ماه در ابوظبی اعلام کرد دولت این کشور آماده گسیل نیروی زمینی به سوریه برای پیکار با دولت اسلامی است وی افزود برای ما یادآور است که مبارزه با داعش به این کندی پیش میرود وی تصریح کرد پیش شرط کشورش برای گسیل نیرو به سوریه این است که ایالات متحده آمریکا چنین مأموریتی را رهبری کند پیشتر عربستان سعودی نیز به عنوان عضو شست کشوری که به اعتلاف ضد داعش تعلق دارد آمادگی خود را برای گسیل نیروی زمینی به سوریه اعلام کرده بود. عربستان گفته است که پیروزی در نبرد با تروریست های دولت اسلامی نیازمند هماهنگی در عملیات زمینی و هوایی است. ژنرال احمد الاسیری سخنگوی اطلاف تحت رهبری عربستان در جبهه یمن در گفتگو با تلویزیون العربیه گفت که عربستان برای آغاز نبرد زمینی منتظر چراغ سبز آمریکاست. تصمیمی که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از آن استقبال کرد. در پی این اظهارات رژیم بشار اسد واکنش تهدیدآمیزی نشان داد ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه گفت هر متجاوزی به خاک سوریه وارد شود در تابوت به کشور خود باز می گردد. همزمان برخی فرماندهان سپاه پاسداران به اظهارات اخیر مقامات سعودی درباره گسیل نیروهای زمینی به سوریه واکنش نشان دادند محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه 17 بهمن ماه در مراسم تشییع کشته شدگان ایرانی جنگ سوریه گفت فکر نمی‌کنم جرأت چنین کاری داشته باشند چون ارتش آنها یک ارتش کلاسیک است و تاریخ نشان داده توان مقابله با رزمندگان اسلام را ندارند آقای جعفری افسود این کار آنها به منزله تیر خلاص به خودشان خواهد بود که البته ظاهرا راه دیگری جز این نمی بینند اما در این صورت شکست آنها قطعی است آنها گندگویی کردند و البته اگر چنین اتفاقی هم بیفتد از نظر ما موضوع بدی نیست حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه نیز به احتمال گسیل ارتش عربستان سعودی به سوریه واکنش نشان داد و تصریح کرد که قدرت نظامی عربستان محدود است و ارتش این کشور با توجه به پشتیبانی آمریکا و اسرائیل حتی در یمن نیز متحمل ناکامی استراتژیک شده است. در مراسمی که بامداد با دوشنبه در تهران برگزار شد وزرای امور خارجه دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی از حسن روحانی نشان درجه یک دریافت کردند در این مراسم محمد جواد ظریف نشان درجه یک لیاقت و مدیریت دریافت کرد و به علی اکبر صالحی و حسین دهقان هم نشان درجه یک شجاعت اعطا شد همچنین عباس عراقچی و مجید تخت روانچی نشان لیاقت و مدیریت درجه دو و حمید بعیدی نژاد نشان لیاقت و مدیریت درجه سه دریافت کردند. نشانهای لیاقت و مدیریت و نشان شجاعت از نشانهای تخصصی و عمومی ایران هستند که رئیس جمهوری آنها را اعطا می کند. حسن روحانی در این مراسم گفت کار بسیار عظیمی انجام شد تهدیدها تبدیل به فرصت شد به جای تحریم مشارکت دست جمعی انجام شد برخلاف آنچه که برخی کودکان سخن میگویند آنچه که بعد از برجام ما برای ملت ایران خواهیم گرفت کالای ساخت خارجی به جای کالای داخلی نیست و سرمایه و فناوری و مشارکت برای تصاحب بازارهای جدید را خواهیم گرفت. آقای روحانی گفت ناوگان حمل و نقل ایران را نوسازی خواهیم کرد نخواهیم گذاشت مردم ایران در هواپیماهای کهنه با ترس و لرز بنشینند و تحقیر شود. و افزود ما قطارهای پرسرعت مدرن برای سلامت و راحتی ملت ایران خواهیم آورد این هنوز از نتایج سحر است بدبینان و یا بدخواهان هر چه میخواهند بگویند این راه ملت است محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در جمع خبرنگاران گفت بر جو معادله مبتنی بر رفع نگرانیهای همه طرف هاست و منافع طرفین در رعایت برجام است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد رصد اقدامات طرف مقابل در هیئت نظارت بر برجام انجام خواهد شد و ما نیز در خدمت این هیئت هستیم بر کجا که لازم باشد پیگیریهای مورد نیاز را انجام خواهیم داد. دفاع دولت از برجام در شرایطی است که دلواپسان همچنان بر طبل مخالفت با آن میکوبند و به انتقاد از برجام ادامه میدهند در تازه ترین واکنش حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنهای در روزنامه کیهان سخنان مسئولان دولت که در جهت پر اهمیت جلوه دادن نتایج برجام و رفع تحریم هاست را به دستاوردهای بادکنکی و شیرینی آدامسی تشبیه کرده که عمر کوتاهی دارند به دستاوردهای برجام را پوچ و توخالی خواند که برخی مسئولان دولتی و حامیان روحانی آن را فتح الفتو و مول معجزه بینظیر در تاریخ توصیف می کند. همزمان هلگا شمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در اولین دور از گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا که گفتگوها در سطح عالی خوانده می وارد تهران شده این دور از گفتگوها دو روزه خواهد بود و مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه نمایندگی ایران در این دور از گفتگوها را بر عهده دارد فدریکا موگرنی نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی هم روز شنبه 17 بهمن ماه اعلام کرد در تدارک دیدار مهمی از ایران است. خانم موگرنی هماهنگ کننده مذاکرات میان شش قدرت جهانی و مقامهای ایران بود و در ماه گذشته نیز بارها با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده. و اعلام کرده که تدارکات دیدار پیشرو میان دو طرف به خوبی در حال انجام است. خانم موگرینی گفته همه 28 عضو اتحادیه اروپا از گشایش روابط با تهران استقبال کردند و خبر داده که آقای ظریف نیز به زودی از بروکسل پایتخت بلژیک و مقر اصلی اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه ایران هفته آینده به بروکسل سفر کند. موج تازه پناهجویان سوری که در پی تشدید درگیریها از منطقه حلب گریختند پشت درهای بسته در مرز ترکیه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ها ترکیه تا شامگاه یک شنبه هجدهم بهمن ماه از باز کردن مرزهای خود خودداری کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه هفدهم بهمن ماه گفت این کشور آماده است که در صورت لزوم مرز را برای آوارگان سوریه باز کند وی تصریح کرده ترکیه با بسته شدن راه ارتباطی به شهر حلب در خطر تهدید قرار گرفته است شمار دقیق پناهجویان تازه مشخص نیست اما دولت ترکیه گفته است که دست کم تا 80 هزار نفر پشت مرز جمع شده یا در حال حرکت به سوی آن بودند خبرگزاری آناتولی نیز میگوید تنها طی 48 ساعت گذشته 30 تا 35 هزار سوری خود را به شهر اعزاز در مرز ترکیه رساندند پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در مراسم نماز روز یکشنبه در واتیکان عمیقا در مورد وضعیت شهروندان سوری که در میانه نبردهای خشن گیر کرده و مجبور به ترک همه چیز برای فرار از وحشت جنگ شدهاند ابراز نگرانی کرده است فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در روز شنبه گفته آنکارا وظیفه قانونی و اخلاقی دارد که از مردمی که پشت مرزها جمع شدهاند حمایت کند خانم موگرینی گفت جای هیچ شکی شک نیست که این افراد به حمایت و حفاظت بین المللی نیاز دارند در همین حال آنگل مرکل صدر آلمان روز دوشنبه 19 همه بهمن ماه برای گفتگو با مقامات ترکیه درباره بحران پناهجویی به این کشور سفر کرده است. خانم مرکل به طور مشخص قصد دارد درباره برنامه ای با رهبران ترکیه مذاکره کند که پیشتر در ماه نوامبر 2015 میان اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر وضعیت پناهجویان مورد توافق طرفین قرار گرفته بود. در این برنامه عمل بر کنترل بهتر مرزهای ترکیه و یونان تاکید شده است آنکارا نیز پذیرفته است که به طور موثری علیه باندهای قاچاق انسان وارد عمل شود از سوی دیگر بر اساس توافق کشورهای اروپایی و ترکیه قرار است که بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به ترکیه آسانتر از گذشته صورت گیرد ترکیه نیز خود را موظف به پذیرش این مهاجران کرده است صدر اعظم آلمان یک شنبه هجده بهمن ماه پیش از سفر به ترکیه با فرانس و آلاند رئیس جمهور فرانسه دیدار گفت و گفتگو کرد. در این دیدار غیر رسمی که در استراسبورگ صورت گرفت، رهبران دو کشور برای دستیابی به سیاستی مشترک در قبال بحران پناهجویی با یکدیگر گفتگو کردند. پس از این دیدار غیررسمی بیانیه مشترکی منتشر نشد اما منابع فرانسوی اعلام کردند که رهبران آلمان و فرانسه به توافق رسیدند که ترکیه را در اجرای برنامه عمل یاری دهند اتحادیه اروپا پیشتر از ترکیه خواسته بود که با پذیرش پناهجویان جدید و امکان ورود آنها به ترکیه از بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری کند خبرنگارانی که در گذرگاه مرزی ترکیه و سوریه شاهد کمکهای دولت ترکیه بودند میگویند تأمین نیازهای پناهجویان سوری در خاک سوریه میتواند گام نخستین در راه ایجاد منطقه امن باشد ترکیه همواره خواستار ایجاد منطقه امن برای آوارگان سوری در خاک سوریه بوده است از سوی دیگر استقرار آوارگان سوری در مناطق امن از ورود بیرویه پناهجویان به ترکیه و سرانجام به اروپا جلوگیری می کند در پی حملات اخیر ارتش اسد و جنگنده های روسی به شمال حلب بیش از سی هزار آواره سوری به پشت مرزهای ترکیه پناه آوردند اما در این حال که به طور پیوسته از سوی دولت ترکیه کار امداد رسانی و تهیه مایحتاج این آوارگان ادامه داره ولی به دلایلی که هنوز روشن نیست اونها اجازه ورود به داخل خاک ترکیه رو پیدا نکردند ترکیه اما این روزها از سوی جامعه جهانی و مشخصا اتحادیه اروپا تحت فشار هست برای اینکه مرزهای خودش رو به روی این آوارگان باز بکنه موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته پولی که اتحادیه اروپا در اختیار ترکیه قرار داده با هدف پذیرش و سر و سامان دادن به آوارگان بوده با این همه در طی دو سه روز گذشته مرتبا همه مقامات ترکیه از نخست وزیر تا وزیر خارجه و رئیس جمهور پی در پی گفتند که ما از یاری و کمک به آوارگان سوری دریغ نخواهیم کرد اما به طور واضح هم نگفتند خب چرا در شرایط کنونی به یک ترکیه تصمیم گرفته مرز خودش رو به روی این آوارگان ببنده ترکیه ای که به گفته مقامات این کشور تا کنون 2.5 میلیون آواره سوری رو پذیرفته و باز به گفته مقامات دولت بالغ بر ده میلیارد دلار برای اونها هزینه کرده اما همین دیروز هم نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه در واکنش به این موضوع گفته که گزینه آنکارای نیست که جلوی ورود آوارگان سوری به ترکیه رو بگیره اما سیاست ما این هست که برخی از این آوارگان رو میپذیریم و برخی دیگر رو در داخل خاک سوریه امداد و کمک میرسونیم آقای هم روز گذشته گفته که در صورت لزوم مرزهای خودمون رو به روی آوارگان سوری باز خواهیم کرد همینطور آقای چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در این رابطه با جان کری وزیر خارجه امریکا گفتگوی تلفنی داشته از آن سو هم آنگلا مرکر صدر اعظم آلمان روز دوشنبه امروز به ترکیه خواهد آمد تا مشخصا در مورد بحران سوریه و موضوع آوارگان با مقامات این کشور گفتگو بکنه این دومین دیدار صدر اعظم آلمان از ترکیه طی چهار ماه گذشته استش بر روی باید گفت که شواهد امر نشان میده که به نظر نمیرسه که ترکیه تصمیم داشته باشه مرزهای خودش رو به روی آوارگان سوری ببنده بلکه بیشتر اینطور میشه استنباط کرد که ترکیه میخواد قبل از گشودن دوباره مرزهای خودش به روی آوارگان زمانت هایی رو از کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا در مورد سوریه دریافت بکنه از جمله در مورد برخورد جدیتر جامعه جهانی با اسد و موضوع انتقال قدرت در سوریه همینطور وادار کردن روسیه به توقف بمباران ها و قبول آتش بس از سوی اسد و متحدانش و خب در این میان هم با موج جدید آوارگان سوری در واقع ترکیه قدرت چانهزنی خودش رو در برابر جامعه جهانی بالا میبینه و شاید داره پافشاری میکنه برای اون خاصه همیشگی خودش یعنی ایجاد یک منطقه حائل در شمال سوریه الان هم دقیقا ترکیه در حدود یک کیلومتری داخل خاک سوریه این آوارگان رو به طور موقت نگه داشته هرچند که از لحاظ امداد رسانی در مورد این آوارگان کوتاهی نکرده بر روی باید گفت که این روزها در دمشق گویا تنها یک فکر موج میزند و آن هم حفظ عریک قدرت به هر بهایی است اما در اینجا پشت مرزهای ترکیه گاهی یک چادر مفهوم یک جان پناه رو خواهد داشت برای زن و کودک آواره سوری گریخته از بیم جان در این سوز و سرمایه زمستان ترکیه تلویزیون ایران فردا الکسی سیپراس نخست وزیر یونان روز یکشنبه هجدهم بهمن ماه در رس هیئتی وارد تهران شد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه نوزدهم بهمن ماه در مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد از آقای سیپراس استقبال کرد نخست وزیر یونان اعلام کرد آتن و تهران خواهان همکاری استراتژیک هستند و گفت یونان همچون پلی میان ایران و اروپا عمل خواهد کرد به گفته وزیر یونان این سفر آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور است و تاکید کرد ایران شریک سیاسی مهمی برای یونان به شمار می آید. آقای سیپراس ایران را کشوری با ثبات در منطقه بی ثبات خواند و با اشاره به مشکل پناهجویان سوری به نقش ایران در حل این بحران اشاره کرد. به گفته نخست وزیر یونان دو کشور در زمینه مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی نیز می توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند گزارش خبرگزاری ایرنا در نشست مقامات یونانی و ایرانی اسناد نقشه راه توسعه و همکاری های دو جانبه و یادداشت توسعه لغو روادید سیاسی به امضا رسید بیش از پنجاه نفر از مدیران و صاحبان صنایع اقتصادی و تجاری یونان و همچنین شماری از وزیران یونان نخص وزیر این کشور را در سفر به ایران همراهی می کنند. آقای سیپراس شنبه شب هفدهم بهمن ماه به طور مستقیم از آتن وارد اسفهان شده بود و در آنجا دیداری با استاندار اسفهان داشت و از آثار تاریخی و فرهنگی شهر اسفهان بازدید کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش یک موشک دوربرد توسط کره شمالی را محکوم کرد شورای امنیت بعد از نشستی اضطراری در روز یکشنبه هجدهم بهمن اعلام کرد به زودی قطعنامه شامل تحریم های تازه علیه کره شمالی تنظیم خواهد کرد کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که موشک دوربردی را برای قرار دادن ماهواره در مدار به فضا پرتاب کرده است اما شورای امنیت میگوید هدف اصلی کره شمالی آزمایش یک موشک بالستیک بوده است پرتاب موشک دوربرد کره شمالی روز یکشنبه چند هفته پس از آن صورت گرفته است که این کشور برای چهارمین بار یک آزمایش اتمی انجام داد شورای امنیت سازمان ملل متحد در گذشته کره شمالی را از انجام هر گونه آزمایش هسته‌ای و تست موشک‌های بالستیک منع کرده است رافائل رامیرز سفیر ونزوئلا در سازمان ملل که ریاست کنونی شورای امنیت را به عهده دارد به خبرنگاران گفت اعضای شورای امنیت قویا پرتاب این موشک را محکوم می کنند آقای رامیرز این آزمایش را نقض جدی قطعنامه سازمان ملل خواند سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن اطمینان حاصل خواهد کرد که شورای امنیت پیام های جدی علیه پیونگیانگ در نظر خواهد گرفت خانم پاور هشدار داد اوزا نمیتواند اینطور ادامه پیدا کند و تدابیری سرسختانه در نظر خواهیم گرفت کره جنوبی پیشتر خبر داد که این آزمایش در منطقه‌ای واقع در شمال غربی کره شمالی انجام شد سئول میگوید پیونگیانگ در پی ساخت سلاح اتمی و موشک‌های دوربردی است که قابلیت رسیدن به خاک آمریکا را داشته باشند گفته می شود که موشک پرتاب شده از شمال غرب کره شمالی از آسمان جزایر اوکیناوا در جنوب ژاپن عبور کرد و به همین دلیل با اعتراض شدید ژاپن روبرو شد کره جنوبی همچنین اعلام کرده است گمان می کند این آزمایش در آستانی 16 فوریه یعنی روز تولد کیم جونگیل رهبر فقید این کشور و پدر کیم جونگ اون رهبر فعلی صورت گرفته است در همین حال مقام های واشنگتن و سئول ساعتی پس از آزمایش موشکی کره شمالی اعلام کردند در مورد قرار دادن یک سامانه فوق پیشرفته دفاعی گفتگو خواهند کرد چین اعتراض رسمی خود را به این تصمیم اعلام کرده است چین از اقدام کره شمالی ابراز تأسف کرده اما وزارت خارجه این کشور صبح دوشنبه 19 بهمن با احضار سفیر کره جنوبی رسما به تصمیم آمریکا و سئول در مورد آغاز مذاکرات سامانی دفاعی اعتراض کرد پکن نگران است که قرار گرفتن احتمالی این سامانه بیش از آن که متوجه خطرات احتمالی از سوی کره شمالی باشد برای مقابله با چین صورت میگیرد جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا به کره جنوبی گفته است آمریکا تعهد استواری برای دفاع از این کشور دارد به گزارش یونهاپ یان پیانگسه و جانکری وزیران خارجه دو کشور در این حال توافق کردند تلاش های مشترکی را برای افزایش تحریم ها علیه کره شمالی آغاز کنند تصمیم کره جنوبی و آمریکا برای انجام مذاکرات در مورد این سامانه دفاعی ممکن است عملا اتحاد بین المللی برای مقابله با افزایش تهدیدهای کره شمالی را به مخاطره بیندازد یوال شتاینیتس وزیر انرژی اسرائیل ابراز نگرانی کرده که پیروزی حکومت بشار اسد در سوریه به این معنی باشد که ایران به مرز اسرائیل برسد به گزارش روزنامه هارتز، وزیر انرژی اسرائیل این سخنان را شنبه 17 بهمن ماه در سخنرانی در شهر برشبا در جنوب این کشور و پس از پیشروی ارتش سوریه و نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در منطقه حلب بیان کرده است. وزیر انرژی اسرائیل گفت موفقیت ارتش سوریه با یاری ایران و حزب الله برای اسرائیل این مفهوم را دارد که مرز اسرائیل و ایران مشترک می شود. وی افزود ترکیه و قبرس نیز وضع جدید را یک خطر می دانند زیرا هیچ کشوری نمی خواهد ایران به حوزه دریای مدیترانه هجوم بیاورد. وزیر انرژی اسرائیل تصریح کرد وحشیگری داعش دنیا را تکان داده و آرزوی شکست داعش موجب نادیده گرفته شدن تهدید ایران و حزب الله از سوی جامعه جهانی شده است. آقای اشتاینیتس هشدار داد تحولات سوریه از تونل‌های حماس یا حزب الله برای اسرائیل خطرناکتر است. آقای اشتاینیتز از نزدیکترین سیاستمداران حزب لیکوت به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است و مسئول پرونده اتمی ایران در دولت این کشور و هماهنگ کننده نهادهای اسرائیلی در تلاش جهانی علیه برنامه هسته ایران بود. ارتش سوریه در روزهای اخیر با پیشروی در محاصره حلب امید تسلط مجدد بر این استان را نیز پس از مدتهای طولانی که این مناطق در دست معارضین بود در میان هواداران حکومت بشار اسد ایجاد کرده است اگر اسد موفق به بازپسگیری حلب شود بزرگترین پیروزی نظامی در جنگ خونین پنج ساله را ثبت کرده است جنگی که در آن دسته کم 270 هزار تن کشته و بیش از 11 میلیون تن از مردم سوریه آواره شدند. وزیر انرژی اسرائیل در این سخنرانی همچنین گفتی رئیس جمهوری مصر به ارتش خود دستور داده تونلهایی را که شپ نظامیان حماس می سازند، به آب ببندند و نابود کنند. روزنامه جروزالم پست یک شنبه هجده بهمن نوشته است وزارت دفاع اسرائیل از افشاگری وزیر انرژی خشمگین شده زیرا به همکاری امنیتی اسرائیل و مصر لطمه جدی وارد می کند. آقای اشتاینیتز روز یک شنبه هجده بهمن گفت نگفتم که السیسی به درخواست اسرائیل تونل ها را نابود می کند. مصر برای مسائل امنیتی خود این کار را می کند. در روزهای اخیر شماری از پیکارجویان شاخه نظامی حماس در ریزش تونل ها کشته شدند در یک مورد هفت عضو حماس و در مورد دیگر دو شپن نظامی این جنبش در ریزش تونل ها خفه شدند اسماعیل هنیه مقام ارشد حماس در غزه در تشییع جنازه پیکارجویان گفته بود تونلها شریان حیاتی مقاومت است بنیامین نتانیاهو هفته گذشته به حماس هشدار داد که اگر بخواهد تونل سازی ها را از سر بگیرد واکنش اسرائیل وخیم تر از جنگ تابستان سال گذشته خواهد بود